اون موقع گروه وایبری بود، یعنی تازه ترکونده بودن، همه تو گروه وایبری صبح تا شب داشتن میزن سرکل هم دیگه. حالا یکی این دوستان من اضافه کردم تو این گروه، بعد فردا صبحش دیدم، رفتم پیشش گفتم دیدی مثلا صحبتاش، دیدی چقدر آدم و بچه فعالین و اینا. گفت ببین من اصلا هیچی نفهمیدم از اینی که داری میگی و احساس کردم تو خلأ هستم، اینا به چه زبونی داشتن حرف میزدن. خب این خیلی مثال جالبی بود تو ذهن من موند، از بابت اینکه ببینید زمانی که شما اولین نفر وارد این بازارها میشین، یک ریسکی رو پذیرفتین، میتونید موفق هم نشین، اما اگر یکی از این حالتها بگیره مثل همین داستان باشه بردین. و پیشنهادم اینه که با یه خورده آدم این تحولات رو دنبال بکنه. حالا تمام اینا رو گفتم که به این اشاره کنم که این اتفاق خاصی بوده توی بیت کوین. این فاز عوض شده، روز اول با یه مدل دیگه اومده، با مدل پروف آف ورک اومده، پی او دبلیو اگر خاطرتون باشه، این رو در دوره 0 تا 100 با هم دیدیم. اگر یادتون رفته پیشنهاد میکنم ویدیو رو یه بار دیگه تماشا بکنید. حالا دلار از سکه ببینید پشتوانه همون داستان نیکسون یادتون دیگه، طلا پشت دلار بود، اومد ورش داد، اومد تبدیلش کرد یه پول بدون پشتوانه و یه پول فیات، و الان هم داره میبینی که اوضاعش چجوریه. و این هم تغییر فاز داره میده، یعنی دلاری که پشتوانهش طلا بوده برداشته میشه، دلاری میشه بدون پشتوانه. حالا دلار بدون پشتوانه احتمالا فردا به CBDC تبدیل میشه، نمونهش دلار تتر دیگه، میاد میشه دیجیتال. CBDC یادتونه دیگه، سنترال بانک دیجیتال کارنسی، ارز ملی کشورها، بسیار هم عالی. من فقط بیشتر میخوام اینا رو هینت بزنم بگم اینا به هم ربط داره. پس این فازه عوض شده. بریم جلوتر. انتقال فاز و خوشه ها بوده تو نیک کارتر تو سال 2018 همراه این هاسو میاد میگه که 4 تا فاز بیت کوین گذرانده. یک فاز انتقال مفهوم بوده، کم پروف آف ورک، پرداخت های بیت کوین بوده، پرداخت هایی که بر پایه بیت کوین انجام می شده، بعد اومده ارزشمند شده به عنوان دارایی شیک بهش دارن نگاه میکنن، طلای دیجیتال با استوف، با میزان استوف چقدر 10.2 با ارزش بازار 5.6 میلیاردی، و بعدم تبدیل میشه به یک دارایی. میگه بیت کوین همونه ولی جنسش عوض شده، حالتش عوض شده. شما مثلا بیاین شما به من یکی دوتا مثال بزنید. مثلا طلا یه موقعی مثلا من یادم میگفتن که اونایی که میخوان سرمایه گذاری کنن بهترین راه چیه، بیان برن طلا رو توی ایامی که مثلا ایامی مثل تاس و عاشورا و حالا قبلتر از این، یا تو ایام همراه با سوگواری خرید بکنن، شاید چون اونجا بازار تقاضاش پایینه قیمت پایینتر، که دیگه حالا این پترن هم دیتکت شده، همه بلدن دیگه. و حالا این داستانه مثلا عید ایرانی ها، عید چینی ها، ببخشید عید چینی ها، عید هندی ها، عید مسلمون ها، که این عید ها پشت هم دیگه باعث شده که چون مثلا عادت پرداخت کادو به صورت طلا رو داشتن، یه تقاضای قابل توجه بیاره تو بازار. پس از یه حالت مثلا مورد استفاده قرار دادن، و چون خیلی شاید قبلا از این به عنوان یه فرصتی برای چیز نگاه نمی‌شده، سرمایه‌گذاری، بعد میاد تبدیل میشه به حالت سرمایه‌گذاری. پس فازاش عوض شده ولی ماهیت و انتیتی طلا باقی مونده. کاربردهای مدل استوف هم توی منابع محدود، همونطوری که گفتم، آب، طلا، نقره، پلاتینیوم و بیت کوین که به صورت خاص و سایر آلت کوین ها بزرگتر، استوف بزرگتر یعنی عدد، این یک نسبت مربوط به میزان کلی که تا الان استخراج شده که 18 میلیون خورده ایه، تقسیم بر میزانی که در سال جاری استخراج شده، که یه عددی تشکیل میده. خیلی سایت ها اینو دارن آنلاین به ما میدن. هرچی استوفمون بزرگتر باشه، نشان دهنده کم یابتر و نایابتر بودن اون خدمت در شود چی؟ ارز اون ارز منبع و موارد مشابه هست، و هر چقدر عدده بزرگتر باشه و روندش روند رو به رشد باشه، ما پوینتی ببینیم زیاد سود نمی کنیم، روند رو به رشدی باشه، نشون دهنده ارزندگی. الان استوف طلا 55.9، استوف بیت کوین 62 و نقره 33. البته داشتم یه دونه
وبسایت دیگر رو چک میکردم که بتونم این عددهای SUF سایر آلت کوین ها رو هم بهتون بدم. دیدم اینو زده بود 55. بعد فرصت کنم خودم دستی حساب بکنم، اما خیلی تفاوت نداره، یه سایت مرجع بیشتر هم نداره، این از یه منبع دیگه من خدمتتون داشتم میگفتم. در مورد اینم که گفتم بارها بارها که ما توی یوتیوب کلی ویدیو داریم، استوفیکس هم که گفتم بیت کوین و گلد و سیلور رو با هم دیده توی این نمودار، و میبینید که یادتون هست تو داستان یک ضریب همبستگی هست، یه خطی میکشه و میگه که این خط باید خطی باشه که مثلا نزدیکترین خط به تمام این نقاطه، و میاد میگه بیت کوین S2F کراس اسست مدل، که یه مدل طراحی شده که همون در راستای S2F زمان از توش درآورده اومده به چی پرداخته، ارزهای مختلف. نقاط ضعفی هم داره این مدل، اما اهمیتش رو جلوتر با هم من ضعفش رو بگم. ببین نیک کارتر میاد میگه که مثلا ایشون خب آدم کردن کلفت دیگه، پلتفرم کوین ماتریکس رو گذاشته دیگه، میگه ذخایر این بیت کوین همیشه چون ثابته همون 21 میلیون، این خیلی جواب نمیده روش، رو طلا خیلی یا سایر چیزا جواب میده. دیدین که برای هسنگا یه دونه معدن طلا پیدا میکنه، 60 یه دونه طلا پیدا کرده تو سیستان، حالا تا حالا چرا پیدا نشده بوده خدا میدونه، یا خوب نگشته بودن یا گشته بودن پیدا نکرده بودن. و برخی تحلیلگران هم بر این باورن که میگن مثلا ذخایر بیت کوین که نمیتونه افزایش پیدا کنه، شما مثلا تو طلا میبینی یه معدنی که پیدا میشه این نسبت عوض میشه، ذخایر بیت کوین نمیتونه عوض بشه و این 21 میلیون باقی خواهد موند. یه سوال بزرگی وجود داره، میگن آیا مثلا 2140 اگر حالا دارن خطی میرسن به اون 2140 پایان استخراج بیت کوین، اگر رسیدیم به اون نقطه اونا که دارنده بیت کوین بودن همشون طی یه تو فوروم اینا نظرسنجی میشه دیگه، هارد فورک و سافت فورک یادتونه دیگه، تو یه دونه هارد فورک اومدن گفتن آقا 21 میلیون بیشترش کن چی، یه انتقاد گنده یه، ولی خب فکر نمی‌کنم آدم عاقلی پیدا شه که حاضر باشه که بیاد اینو داراییشو بخواد ارزشش رو کم بکنه. و اینکه یه سری هم ایراد بهش واردن که میگن این 10 سال زمان کوتاهیه برای اینکه شما بیاین از این مدلی که مثلا رو طلا و نقره و پلاتینیوم و امثال هم میزنید بیاین از این استفاده کنید برای پیشبینی قیمت بیت کوین. من میخوام بگم این ایرادها رو داره، اما همچنان با همه ایرادها قابل پذیرشه. قیمت 100 هزار دلاری که براش متصور هستن تا قبل از 2021 پایان 2021 دارن میبینن که یه همچین عددی رو ببینه. فکر یعنی آیا به نظر شما 100 هزار دلار شدن بیت کوین تا پایان 2021 با این اتفاقات اخیر خیلی میتونه از دور از ذهن باشه؟ این زمانی که مثلا 5000 6000 10000 دلار بود، آره واقعا خیلی خوشحالم که این حس مشترک بین ماها هست، واقعا خیلی دور از ذهن نیست. و حتی من میگم که یه چیز باحال میخوام بهتون میگم، شاید این عدده تا نزدیک 125000 دلار خیلی تضمین شده نه، ولی یه مقدار با دل قرصی هم رشد بکن. من هی این ور ساعت رو دارم نگاه میکنم، ساعت 8 و 6 دقیقه است. خسته شدین شما؟ بسیار عالی، خیلی عالی، خیلی عالی، خوشحالم که خسته نشدین و امیدوارم که مطالب جذاب باشه. ببینید در ادامه این آقای نیکو کوردیرو CIO چیف اینوستمنت این شرکت کریپتو اکوانت، اینا شرکت گردن کلفتی هست، میاد مثلا خیلی نسبت به این بیت کوین و آینده بیت کوین محکم حرف میزنه. به این آدم های کوچیکی نیستن اینا، خاطرتون هستش که اقتصاد آزمایشگاه یه جلسه پیش توضیح دادم، گفتم میگن دی ان ای یارو در میاد، میگن مثلا چه سری خصوصیات های فیزیکی یارو، ایناش خوبه ایناش بده، برش میدارن میارنش تو حوزه مالی آموزشش میدن میندازنش تو بازار مالی، دنیا رو دارن میجورن به قول معروف. این آدم های کوچیکی نیستن، آدم درسته شاید لابی های قوی داشته باشن، پشتوانه های خاصی داشته باشن، ولی فاکتور توانمندی توشون خیلی پررنگه. اینجوری نیستش که یکی از سر کوچه به خاطر اینکه فامیل فلانی بردارن بیارن بکنن CIO مثلا یه شرکت مادر تخصصی بزرگ، یه هلدینگ سرمایه‌گذاری بزرگ.
پس این آدم که یه چیزی رو میگه منم بهش حس خوبی دارم، سعی میکنم ازش استفاده کنم. کوردیرو میگه که دقت این مدل احتمال در پیش بینی قیمت آینده بیت کوین به اندازه مدل های طالبینی در پیش بینی پیامدهای مالی موفق بوده. خیلی خوشحال شدم اینو پیدا کردم، چون بیشترین چی میگن، یه دفعه توی لینکدینم، لینکدین ثروتیار، من با این برند ثروتیار دارم کار میکنم، حالا کسی یه ذره جستجو کنه تاش میبینه مثلا محمد رضا مباشر فره، اینو گذاشته بودم و خب سه تا ویدیو ساخته بودم، خوشحالم بودم، گفتم یه مبحث جدیدی شیر کردم، آقا اینقدر اومده من بعدو بیرا گفتم، هیچ وقت به این فکر نیفتادم که اونا رو بردارم و برام عجیب بود و جذاب بود بابت اینکه شمایی که داری مالی کار میکنی حاضر نیستی که، یا سرمایه گذاری تو حوزه سرمایه گذاری، منظورم شما دوستان نیستین، اون شخص ثالث، حاضر نیستی که گوش کنی، بیا گوش کنی، بری بیشتر بخونی. مدل اتفاق افتاده تو دنیا، سیکلای بزرگی که برای این اتفاق افتاده و حالا گوردیرو داره میاد میگه که این مدل پیش بینی S2FS شبیه همون، نزدیک به همون مدل پیش بینی بر اساس حالا فاینانشال استرولوژی که خیلی هم طرفدار توی دنیا داره، حتی تو ایران هم یک کتاب به فارسی ترجمه شده، من اینو بهتون عکسش هم سیم کنم که بهتون نمایش بدم، کسی علاقمنده بره دنبال این ببینه، مبحث جالبه، میشه روش زمان گذاشت، ارزش داره، حداقل گوش کنیم. حکایت همونی که میگفته، من یه دوستی داشتم همون سال 2000 من تازه درگیر این بازار شده بودم، 5-6 سال پیش بود دیگه، بهش که گفتم مثلا یه همچین چیزی، کلی هم توضیح دادم و دیدم یه نگاه عاقلان در سطحی به من کرد و تو چشاش یه حس بدی خوندم، بعد خیلی محترم گفت ببین این شبیه همون گولکوست ها که تو داری میگی. من خیلی ناراحت شدم در وهله اول که مثلا چه تصور در مورد من کرده که فکر میکنه من، اول اینکه من نمیدونم پروموتش کنم که بخره، دوی که داشتم سعی میکردم با هم یه چیزی به اشتراک بذاریم، و بعد که گذشت من هیچ دست و پا زدم که ثابت کنم، دیدم که حواسش رفت جای دیگه، گفتم خب اشکال نداره، و هنوزم فکر نکنم بیت کوین وارد بازار بیت کوین شده باشه. ولی یه چیز جالب برام این بود که اون دوستم تو بازار بانکی بوده و اون موقع بود و هست، و وقتی که گفتم این آدم با همچین شرایطی یه همچین تصور رو نسبت به این حوزه سرمایه‌گذاری داره، خب مردم عادی دیگه جایی برای اعتراض بهشون نمیمونه، خورده گرفتن، و این نشون میده که حالا حالا ها این بازار جای رشد داره. میخوام برم سراغ این تحلیل خوشگله، اصل جا رو رسیدیم. من خواهش میکنم الان 8:11 دقیقه است، 5 دقیقه یعنی 8